هفته اول ماه ربیع اول به عنوان هفته بزرگ داشته حضرت محسن ابن علی علیه السلام نامگذاری شده است بر همین اساس شیعیان در سراسر جهان در سوگ حضرت محسن فرزند امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می نشینند. در هفته محسنیه در ادامه عزاداری های محرم و سفر شیعیان با برپای مجالس عزا هجوم به خانه و شهادت حضرت محسن ابن علی علیه السلام را گرامی میدارند. این مجالس با آغاز ماه ربیع الاول و در پی تاکیدات مرجعیت شیعه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی مبنی بر اقامه عزا در ایام محسنیه به عنوان ادامه ازاداری های محرم و سفر آغاز شدند در پی سخنان و رهنمودهای مرجعیت شیعه بسیاری از حسینیه‌ها تکایای شیعی و مراکز و دفاتر مرتبط با معظم الله در گوشه و کنار جهان با برپای مجالس ازاداری هفته محسنیه را در دستور کار خود قرار دادند. لازم به ذکر است که آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی در روز 28 ماه سفر و لحسان سال جاری همزمان با سال روز شهادت رسول خدا فرمودند ایام ازای اهل بیت علیه السلام تا هشتم ربیع الاول سالگرد شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ادامه یابد. ما هم به دستور که همه معصومی علیه السلام به دست ما دادند که و یفرحون علی فرحنا و یحزنون علی حزننا شیعیان ما با شادی ما خرسندند و با اندوه ما می می‌شوند همه این موسم عزا را عزاداری می‌کنیم و در نهم ربیع الاول که به فرموده حضرات معصومین علیه السلام عید است ما نیز در آن روز عید میگیریم و در شادی آنان شادی میکنیم ایشان همچنین تاکید کردند ایام محسنیه همانند بسیاری از شاعر دینی و اسلامی نیاز به این ندارد که بگویند در گذشته وجود داشته است یا نه چرا که در روایات آمده است علینا القاء الاصول بر ما ایجاد و برپایی اصول لازم است و ایام محسنیه نیز همانند سایر شعائر مورد تایید اصول و مبانی اسلامی است گفته نیست با گذشت چند روز از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزهای اول ماه ربیع الاول هجوم وحشیانه ای توسط منافقان و قاسبان خلافت به خانه امیرالمؤمنین علی و حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفت و در پیان حضرت محسن به شهادت رسیده و حضرت زهرا سلام الله علیها جراحاتی را متحمل شدند که پس از چندی این جراحات منجر به شهادت ایشان شد